در ژانویه 2017 دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا شد و در نتیجه سیاست‌های خاورمیانه آمریکا و رابطه با رژیم ایران به طور محسوسی تغییر می‌کنند و به همین ترتیب موقعیت لابی رژیم ایران در آمریکا نیز دچار تحول خواهد شد. در دوران ریاست جمهوری اوباما سیاست دوستی و مماشات با رژیم ایران در قلب سیاست‌های خاورمیانه آمریکا قرار داشت. حسین موسویان سفیر سابق رژیم ایران در آلمان که در سال‌های اخیر در آمریکا به نفع رژیم فعالیت می‌کند در گفتگویی با آفتاب یزد در ایران گفته بود: به نظر من اوباما را باید یک استثناء تلقی کرد که ممکن است به این زودی‌ها تکرار نشود. وی در گفتگوی دیگری که در سایت دیپلماسی ایرانی به چاپ رسید اوباما را یک فرصت برای رژیم ایران دانسته بود. در زمان ریاست جمهوری اوباما لابی طرفدار رژیم متحد بی سابقهی در کاخ سفید پیدا کرد و آرام آرام از یک گروه فشار در واشنگتن به شریک و همکار دولت تبدیل شد. دور دوم ریاست جمهوری اوباما که با ریاست جمهوری حسن روحانی همزمان بود را میتوان دوران طلایی لابی رژیم ایران در آمریکا دانست. مقامات دولت اوباما روابط بسیار نزدیکی با نیویورک داشتند و در جلسات رسمی این سازمان از فعالیت‌های آنان در حمایت از سیاست مماشات با رژیم تقدیر و تشکر می‌کردند. در دوره اوباما یکی از کارمندان سابق نیویورک از مسئولان بخش ایران در شورای امنیت ملی کاخ سفید بود. صفحه رسمی کاخ سفید نشان می‌دهد که از سال 2013 تا 2016 که توافق هسته‌ای جامع به امضا رسید، تیتا پارسی رهبر سازمان نیویورک 33 بار برای گفتگو و همکاری به کاخ سفید رفته بود. با شروع ریاست جمهوری ترامپ، طبیعتاً نفوذ سازمان نیویورک و متحدان آمریکاییش در داخل دولت بسیار کاهش یافته است، اما آنها در جایگاه اپوزیسیون دولت ترامپ فعالیت‌هایشان را ادامه می‌دهند. آنطور که از هزارات مقامات رژیم ایران و از فعالیت‌های چند ماه اخیر نیویورک و متحدانش در آمریکا پیداست، لابی رژیم تلاش می‌کند تا همان استراتژی و مسیری را دنبال کند که در دوره ریاست جمهوری جورج بوش اتخاذ کرده بودند و به موفقیت‌های نیز دست یافتند. در دوره بوش به دنبال حمله فاجعه بار آمریکا به عراق و گرفتار شدن آمریکا در باتلاق جنگ و بحران‌های خاورمیانه، افکار عمومی آمریکا و بخش مهمی از دستگاه سیاسی این کشور به مخالفت با سیاست‌های خاورمیانه جورج بوش برخاستند. رژیم ایران توانست از این نارضایتی‌ها و از اختلافات سیاسی در واشنگتن به نفع خود و برای پیشبرد سیاست‌های خود استفاده کند. استراتژی رژیم روی دو پایه قرار داشت: نخست ارتباط و همکاری با گروه‌های ضد جنگ و چپگرای آمریکایی بود. دفتر احمدی نژاد و رئیس دفتر وی رحیم مشایی به کمک سازمان نیویورک در پیشبرد این استراتژی نقش درجه اول داشتند. بدین ترتیب از سال 2005 به بعد با همکاری نیویورک و تحت نظارت کامل رژیم، صدها تن از اعضا و هواداران گروه‌های چپ و ضد جنگ آمریکایی به ایران رفتند و در این سفرها با مسئولین رژیم و با افراد دستچین شده از طرف رژیم دیدار کردند تا تصویر مثبتی از رژیم و از برنامه هسته‌ایش ارائه دهند و رژیم ایران را اهل صلح و دوستی معرفی کنند. سازمان نیویورک یک ائتلاف با این گروه‌های ضد جنگ و چپگرا تشکیل داد و از این ائتلاف توانست برای تاثیرگذاری روی افکار عمومی آمریکا و همچنین لابی در کنگره علیه تحریم‌ها استفاده کند. پایه دیگر استراتژی رژیم استفاده از شکاف‌های سیاسی در واشنگتن و اختلاف بین برخی از اعضای کنگره با دولت بوش بر سر نوع برخورد با رژیم ایران بود. در همین چارچوب جواد ظریف که در آن زمان سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل بود، با همکاری تریتا پارسی رهبر سازمان نیویورک ملاقات‌های زیادی با اعضای کنگره آمریکا که مخالف جورج بوش بودند انجام داد تا آنان را به سمت سیاست‌های مورد نظر جمهوری اسلامی سوق دهد. جواد ظریف در نطق خود در مجلس در سال 1392 به این ملاقات‌ها اشاره کرد و از اینکه توانسته بود از شکاف در دستگاه سیاسی آمریکا به نفع رژیم بهره برداری کند با افتخار یاد کرد.
دوستان راجع به ارتباطات من با برخی مقامات کنونی آمریکا سوال میکنن. این مقامات یک روزی مخالفین دولت جنگ طلب بودن و بنده این کار رو در حیطه وظایفم انجام میدادم. اگر توانستم در میان این جنگ طلبان اختلاف ایجاد بکنم افتخار بنده است. وظیفه‌ام رو انجام دادم. راحت تر بودم که عافیت طلبی میکردم و در خانه مینشستم و این کار رو انجام نمیدادم. اما افتخار میکنم که بر اساس نظرات بزرگان نظام و با نظر آنها و با اجازه آنها این کار رو انجام دادم. اکنون یک بار دیگر رژیم و لابیش در آمریکا به همراه متحدان آمریکاییش تلاش میکنند تا تجربه موفق دوران بوش را در زمان ترامپ اجرا کنند و از شکاف‌های سیاسی در واشنگتن و مخالفت‌هایی که علیه ترامپ وجود دارد به نفع خود استفاده کنند. این استراتژی در اظهار نظرهای مقامات کنونی و سابق رژیم و رسانه‌های حکومتی در ایران بازتاب یافتند. به عنوان مثال در نشستی که اسفند ماه به ابتکار سایت دیپلماسی ایرانی و با شرکت چند تن از کارشناسان و دیپلمات‌های سابق رژیم و همچنین مجید تخت‌روانچی معاون جواد ظریف تحت عنوان با ترامپ چه باید کرد برگزار شد، استفاده از دیپلماسی نرم یا لابی در آمریکا مورد تاکید قرار گرفت. صادق خرازی معاون سابق سفیر رژیم در سازمان ملل و از آرشیتکت‌های اصلی لابی رژیم در آمریکا در بخشی از سخنان خود گفت اولین راه حل این است که نباید اجازه بدهیم جریان‌های سیاسی یا همان لایه‌های قدرت در داخل آمریکا به اجماع در ضدیت با ایران برسند. باید با لابیگری در داخل آمریکا اختلافات و تضاد میان آنها را برجسته کنیم. کارشناسان و لابیست‌های رژیم بر این باورند که میزان مخالفت افکار عمومی با ترامپ بسیار گسترده‌تر از دوره جورج بوش می‌باشد و از این رو فرصت‌های بیشتری برای فعالیت رژیم فراهم می‌کند. علی باقری در مقاله‌ای در شرق تحت عنوان ترامپ فرصتی برای ایران می‌نویسد: مهم‌ترین تکیه‌گاه تصمیم‌گیران ایران و همه طرف‌ها در عبور از طوفان ترامپ ضدیت افکار عمومی با وی است. اکنون نیز دیپلمات‌های ایران در مواجهه با موج‌های تهدید ترامپ نه تنها حمایت افکار عمومی ایران را پشت سر دارند، بلکه بخش بزرگی از افکار عمومی جهان غرب با آنها همراهی می‌کند. سفیر سابق رژیم در مکزیک نیز در گفتگو با سایت خبر آنلاین گفت که اقدامات ترامپ افکار عمومی را به نفع ایران تغییر داده است. ما باید از این فضا علیه خودشان استفاده کنیم. حسین موسویان در نشست سایت اقتصاد گفت اقدامات نسنجیده ترامپ موجب واکنش‌های بی‌سابقه‌ای در داخل آمریکا و در سطح بین‌المللی شده است. شرایط بی‌نظیری برای ایران در زمینه بهره‌مندی از دیپلماسی نرم به وجود آمده که موجب تعمیق شکاف داخلی و خارجی آمریکا جهت اقدام علیه ایران خواهد شد. منافع ملی کشور ایجاب می‌کند از هر گونه اقدامی که موجب اجماع بین‌المللی و داخلی در آمریکا علیه ایران شود خودداری شود. مؤثرترین مقابله به مصر نوع دیپلماسی است که بتواند مردم و افکار عمومی آمریکا و جهان را از ترامپ دور و به ایران نزدیک کند. موسویان در مقاله‌ای در روزنامه ایران نوشت که دستور اجرایی ترامپ در مورد منع صدور ویزا به ایرانیان فرصتی برای لابی رژیم ایران فراهم کرده است. موسویان میگوید راجع به زمینه دیپلماسی نرم بد نیست دو نمونه عینی کوچک که در دو روز اخیر برای خودم پیش آمد را ذکر کنم. صبح همسایه دندانپزشک آمریکایی من در منزل را زد. وقتی در را باز کردم گفت فقط آمدم از شما و خانوادتان به خاطر توهین ترامپ به مسلمانان عذرخواهی کنم. در حالی که گریه می کرد یک دسته گل به من داد و رفت. همسرم برای خرید به مغازه رفته بود. مغازه‌دار از او پرسیده بود شما محجبه اید، از کدام کشور هستید؟ همسرم پاسخ داده بود من ایرانی هستم. صاحب مغازه دست بر سینه گذاشته به نشانه احترام در مقابل همسرم خم شده و به او گفته بود بدانید که خیلی از ما آمریکایی‌ها اکنون شرمنده شما و مسلمانان هستیم. این نمونه قطره ای از فرصت هاست. خبرگزاری فارس نیز در گزارشی تحت عنوان قانون تعلیق ویزای ترامپ هدیه‌ای به جمهوری اسلامی است می نویسد ترامپ
برای بسیج عمومی مردم به سمت جمهوری اسلامی هیچ اقدامی بهتر از این کار نمیتوانست انجام دهد. این هدیه ترامپ به جمهوری اسلامی بود که شهروندان ایران را مورد هدف قرار داد. در همین راستا سازمان نایاک کارزار گسترده‌ای برای بهره‌برداری از این موضوع در آمریکا به راه انداخته و به همراه 3 گروه دیگر به طور رسمی علیه دستور اجرایی ترامپ به دادگاه شکایت کردند تا خودشان را مدافع منافع ایرانیان نشان داده و ایرانیان را با این شعار جذب لابی رژیم کنند. نایاک ضمن همکاری با گروه‌های آمریکایی ضد ترامپ چند جلسه جمع‌آوری پول در کالیفرنیا و در شبکه‌های اجتماعی برای مقابله با سیاست ترامپ سازماندهی کرده که موفقیت‌آمیز بودند. لابی رژیم تلاش می‌کند تا برای تاثیرگذاری روی افکار عمومی مردم و رژیم ایران را در کنار یکدیگر نشان داده و تصویری معتدل و صلح‌آمیز از رژیم ارائه کند. به عنوان مثال اخیراً در نیویورک لابی رژیم ویدیویی به انگلیسی منتشر کرده که در آن جواد ظریف ظاهر می شود و می گوید که تا کنون هیچ ایرانی در عملیات تروریستی علیه آمریکا شرکت نداشته است و چند نفر از دانشجویان ارشد دانشگاه آمریکا نیز در سخنان خود به صلح طلب بودن ایرانیان تاکید می کنند. I'm a Muslim. I'm a very proud Muslim. You cannot find an Iranian who has committed a single act of terror against Americans. در همین راستا سازمان نایاک انتخاب مجدد حسن روحانی را نشانی از اعتدال رژیم معرفی می‌کند و تبلیغات گسترده‌ای برای مشروع جلوه دادن رژیم و حمایت مردم از نظام به راه انداخته است. سازمان نایاک به همراه متحدان آمریکایی‌اش تلاش می‌کنند تا ضمن بهره‌گیری از مخالفت‌های موجود با ترامپ هم افکار عمومی را به نفع رژیم ایران تحت تأثیر قرار دهند و رژیم را قربانی سیاست‌های خصمانه ترامپ جلوه دهند و همین که از تحریم‌های جدید علیه رژیم ایران جلوگیری کنند.